نام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت وگانه زنده تلویزیون نور هستید. از آغاز دوباره گفتگوهای نمایندگان آمریکا با طالبان تا سفر رئیس جمهور غنی به آمریکا، آیا نگرانی های حکومت افغانستان در سفر آقای غنی به آمریکا لحاظ خواهد شد؟ مقام های طالبان در قطر از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع با مولا عبدالغنی برادر و وزیر خارجه قطر خبر دادند. پیش از این حکومت افغانستان نیز نگرانی های خود را از تبعات و پیامدهای توافق آمریکا با طالبان ابراز کرده است که بنابراین قرار است رئیس جمهور غنی با آمریکا سفر کند. ضمن نگرانی های حکومت افغانستان، کانگرس آمریکا نیز خواستار توضیحات آقای خلیلزاد و علنی شدن جزئیات توافقنامه صلح آمریکا با طالبان هستند. روی همین موارد بیشتر بحث می داشته باشم با حضور میمانانم در استودیو، آقای محمد عمر نهضت عضو هیئت رهبری تیم وفاق ملی و آقای ذاکر الهی سخنگوی تیم دولت ساز و منتظر آقای ظاهر سالنگی نماینده مردم در مجلس همچنان می باشیم. میمانان عزیز خوش آمدین به بحث. سپاس از تشریف آوری شما. بس را با آقای نهضت آغاز میکنیم. فکر میکنین آغاز دوباره گفتگوهای آمریکا با طالبان در حالی که آقای خلیلزاد از نهایی شدن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان خبر داده بود، آیا هنوز هم اختلافات آنچنانی میان آمریکا و طالبان پا بر جا هست؟ بسم الله، با ادای احترام به شما میهمان محترم برنامه، کارمندان بخش تخنیکی تلویزیون و هموطنان در دیده که در انتظار صلح و صفا هستند. به باور ما صلح و جنگ و انتخابات افغانستان هنوزم مبهم است. ابهام در صلح و جنگ انتخابات افغانستان باعث ای گپ شده که در برابر هر توکنش کوچک یا بزرگ واکنش‌های متعدد بازتاب بیفتد. از یک طرف هدفتان از کنش کوچک چه است آقای نهضت؟ میمسلی مثلا از یک طرف طور دیده میشه که اراده و برنامه و تعهد و صداقت ایمانداری در راستای تامین صلح پایدار وجود داره. از سوی دیگر بازیگران صلح و جنگ افغانستان در سطح ملی و کشورهای همسایه و جهان متعدد هستند. هر بازیگر مطابق میل خود نظریاتی را نسبت به هر کنش واکنششان میده و بازتاب میده. از آنجایی که 8 دور مذاکرات صلح به اساس 4 شماره اجندا توسط آقای خلیلزاد دنبال شد، او با واکنش های بیشمار در سطح ملی، در سطح کشورهای همسایه و سطح جهان، امروز هم در سطح امریکا مواجه شده. در سطح کشور واکنشی که واکنش هایی هست که واقعا سازنده هست، واکنش هایی هست که سازنده نیست. واکنش های سازنده که سازندگی نداره، او واکنش هایی است که از طرف حکومت افغانستان بازتاب میافته پیوسته. دلیل منطقی شما در اینجا است که حکومت افغانستان هم شکلی که خودش در راستای تامین صلح برنامه نداره، فاقد برنامه و اراده است، منافع خود را در بوران میبینه، در تداوم به خاطر تداوم حاکمیت تلاش میکنه مذبوحانه، نمیخواهد که صلح برقرار شود. در برابر هر نقطه نظری که از هر گوشه و کنار بازتاب میافته، در برابر هر کنش واکنش طور غیر مسئولانه نشان میدن. ولی واکنش های دیگر مثلا واکنش های غیر مسئولانه که از جانب حکومت افغانستان ابراز شده چه ها هستن، خصوصا اگر در همین اواخر اگر بیان کنین از دیدگاه شما؟ شما به خاطر دارین که چند قبل نسبت به طور نظریاتی که آقای ترامپ در رابطه با مسئله افغانستان داشت وضاحت خواستن که بالاخره او باعث تحریک آقای ترامپ شد، 3-4 بار در رابطه با اون مسئله تاکید کرد، تکرار کردن در رابطه با خروج قوتهایشون کجدار مدید حرکت کردن. یک بار گفتن که کل قوتهای خود میکشیم، دیگر بار گفتن که ما 14,024 ساعت 3 قسم نظر دادن. او هم ناشی میشد از حرکت ناموزون مربوط به حکومت افغانستان که اینا وضاحت خواستن از آقای ترامپ. باید وضاحت نمیخواستن؟ خب وضاحت، وقتی که وضاحت میخواد قسمی وضاحت بخواد که ظرفیت و توانمندی اعمال سلطه خدا مطابق به برنامه که قبلا داشتن، مطابق به موافقتنامه استراتژیک که امضا کرده بودن، باید اعمال میکرد و اعمال کرده باشه. وقتی که او اعمال نکرده باشه و خودش هم توسط آقای ترامپ و نماینده جسش بالا شده باشه و گردای با باشته باشه، این چی گونه وضاحت میخواد؟ هرگاه اینا وضاحت به مردم افغانستان داده باشن، اولی به مردم افغانستان وضاحت بده مسئولانه،
به سوالات مردم افغانستان پاسخ بگوید، مسئول حرکت بکنه، بعد از کسی که له حمایت میکنه وضاحت بخواید. او باعث واکنش آقای ترامپ شد. آقای ترامپ یک بار قوات های خود مکمل میکشیم، جنگ افغانستان جنگ مضحک بود، 19 سال ما مضحکانه در افغانستان بودیم، بار دوم دمو 24 ساعت مطرح کردن که نه 14000 ما قوت داریم، 9000ش میکشیم، 5000ش باشه. بعد با تعقیبشون باز نظر دادن که ما قوات های خود میکشیم، ولی بخش استخبارات خود دالبری که وضع افغانستان پیچیده در افغانستان نگاه میکنیم. این باعث گپ شد که هم موافقت نامه به طرف بوران بره، هم مذاکره به طرف بوران بره، و این یک نوع واکنش غیر مسئولانه بوده که ناشی میشه تمی حرکت ها از واکنش غیر مسئولانه مربوط به آقای غنی. خب ببینیم واکنش های دیگه هم در افغانستان وجود داشته که وا مسئولانه هستند، صادقانه هستند، جانبازانه هستند. به طور مثال اعضای هدفدار سیاسی جامعه مدنی در کل مردم افغانستان صراحتا مطرح کردند که ما خواهان صلح تعریف شده هستیم. حزب ما در چوکات تیم فوق ملی خواهان صلح تعریف شده است. ما صلحی که تعریف نشده باشه و انتخاباتی که تعریف نشده باشه، جنگی که تعریف نشده، ما خواهان نیستیم. ما صلح میخواهیم تعریف شده. چی بود تعریف شده؟ تعریف صلح... دقیق شما از صلح و انتخابات و جنگ فعلی افغانستان چی است؟ تعریف ما از صلح در افغانستان تنها مسئله آتش بس یا صلح آیسکریمی نیست. ما صلح می خواهیم که بستر به توسعه سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد بکنه، زمینه را به انتخابات شفاف و قانونمندی که به بوران زحمت بنده شود مساعد بسازه. ما مت یک صلح می خواهیم. صلح یعنی که ابتدا اولویت برای شما صلح و بعد انتخابات هست. اردوش ما تو تانوس ما انتخاب نکردیم. صلح هم نیاز مردم است، انتخابات هم که ما بتونیم از طریق انتخابات زعیم قابل قبول تشکیل کنیم، معرفی کنیم. ولی بس در کجا است که اما صلح هم از انتخابات به شکل ابزاری تیم حاکم استفاده میکنه. حکومت به شکل حکام مدیران مربوط به حکومت وطن ملی به شکل از اشکال ابزاری استفاده میکنه. انتخابات به چالش میبره، میخواد که سبوتاژ بکنن، مهندسی بکنن، از امکانات دولت استفاده میکنن. همون شکل صلح هم ابزار ساختن به خاطر انسان به هدف نادرست. خیلی سپاسگزارم. آقای الهی، آیا واقعا صلح ابزار برای وسیله جویی و استفاده جویی تیم حاکم در قدرت است و یا اینکه برنامه و تعهد واضح و آشکار از جانب تیم حاکم در بحث صلح و انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مهمان گرامی و همه دوستانی که همین اکنون ما را بیننده هستند. ببینید شما، با تاسف در کشورهای جهان سومی اکثرا نازیگیری های سیاسی ما بر منافع ملی مون میچربد. ما زمان موزه گیری سیاسی که میبینیم که خب چی حد اینجا منافع شخصی و منافع گروهی و منافع حزبی ما وجود داره. رئیس جمهور از آمریکا خواستار وضاحت شده. سخنگوی هفته گذشته آقای صدیقی از آقای خلیل‌زاد و اداره ترامپ خواستار وضاحت در مورد آنچه که تفاهم نامه صلح خوانده میشه شدن، ولی ما شما میبینیم که یک ایده بنابر منافع گروهیشان میان ایره به نحو ابزارگونه تلقی میکنن. یک مسئله مسئله دیگه که مسئله دیگه بنابر صلاحیت های حکومت افغانستان باید توضیحات میخواستن. ببین خب اگر هم وضاحت خواسته نشه باز اینجا ایده میان میگن که یک تاپه ها در دست شانه است تاپه میزنن. اگر هم وضاحت خواسته شه باز یک چیز دیگه میگن. ما بنابر تعریفی که از منافع ملی مون داریم، بنابر جایگاهی که داریم، بنابر اقداری که داریم، حق داریم که وضاحت بخوایم من حیث یک دولت و من حیث یک حکومت، من حیث یک طرف، من حیث یک از متحدین آمریکا حق داریم که ما وضاحت بخوایم که چی چیز جریان داره. این حق قانونی ماست و هیچ کسی هم نمیتونه که در اینجا سنگ اندازی بکنه و مسائلی که بنابر منافع حزب و گروهشان است اینجا بیاره. این وضاحت خواستن آیا تاثیرگذار بودن؟ چرا نبوده؟ شما میبینید که عملا در داخل آمریکا یک دو دستگی ایجاد شده. روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر دفاع گفت که ما مخالف هستم و پامپیو گفت که ما پای این توافقنامه امضا نمیکنم. دیروز آقای انگل گفت که از مستقیم از آقای خیزاد خواست که تا به کنگرس آمریکا حضور رسانده و در مورد آنچه که جریان داره وضاحت بده. اگر هم آقای خیزاد حاضر نشوه، مؤکدا در متن ذکر شده که ما احضارت میکنیم. این خود چی معنا داره؟ معناش این است که وضاحت خواستن دولت افغانستان تاثیرگذار بوده بالای مسئله و بالای موضوع. یک مسئله دیگه ببین، پیش ما هیچ گاهی صلح ابزار نبوده، نیست و نخواهد بود. صلح یک آرمان ملی است، صلح یک خواست ملی است، صلح یک ضرورت ملی است.
ما برای گذار از این وضعیت نیازمند به صلح هستیم، نیازمند به آشتی هستیم، نیازمند به آرامش هستیم. در عین زمان انتخابات هم به عنوان یک پروسه ملی برای ما از اهمیت زیاد قائل است. صلح و انتخابات لازم و ملزومی هم دیگر هستند. هیچ گاهی برای در ما در شرایط فعلی ولی یک مسئله وجود داره. نظر به قانون در کمتر از 3 هفته قرار است که انتخابات برگزار بشه، که باید بشه. ما اگر انتخابات را برگزار نکنیم میریم به سوی بحران مشروعیت، و زمانی که به سوی بحران مشروعیت رفتیم، خب شما با کدام حاکمیت مقتدر و با صلاحیت و با قدرت و با شوکت و با عزت میرین با طرف ها میشین و صحبت میکنین و مذاکره میکنین؟ بنابراین صلح و انتخابات در نزد تیم ما لازم و ملزومی هم دیگر هستند، همان گونه که صلح نیاز است، انتخابات بله. هم نیاز است. اما اولویت برای جامعه جهانی صلح است. فعلا آمریکا چندین بار تاکید کرد بر این که مسئله صلح افغانستان باید یک سره شد. ببینید شما، درست یک سال هست که آقای خلیزاد داره با طالبان مذاکره میکنه. بله. بعد از یک سال آقای خلیزاد به جای رسیده که آغاز کرده. به جای رسیده که آغاز کرده بود. یعنی حالا در زمانی که نهایی شده تازه کار آغاز شده؟ بله بله بله. 4 مورد بود که در آغاز گفته میشد مواردی که مورد مذاکره بود. یک، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. 2، همکاری طالبان در مبارزه علیه تروریسم. 3، آتش بس. 4، آغاز مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان با طالبان. بعد از یک سال مذاکره هنوز در 2 مورد اولی که خروج نیروهای آمریکایی که تعدادشان به 5400 تن میرسه از 5 پایگاه نظامی آمریکا، و همچنان همکاری طالبان در مبارزه با تروریسم، در این 2 مورد 10 ماه یک سال تقریبا گفتگو کردن، بله. هنوز به یک نتایج ابتدایی رسیدن، نهایی هم نیست، یک مسوده ابتدایی رسیدن. بله. آمریکا یک سال میشه با طالب مذاکره میکنن، از 4 مورد تنها 2 موردش به صورت ابتدایی حل شدن. بله. شما چی فکر میکنید در کمتر از 3 هفته که به انتخابات باقی مانده، ما که طرفی اصلی طالب هستیم و 25 سال است که در منازعه و کشمکش و درگیری هستیم، آیا ممکن خواهد بود که در طول این 3 هفته همه چیز بین ما حل شود و همه چیز بین ما برطرف شود و همه چیز بین ما به صورت عادی برگردان شود، که ما یک انتخابات را که مبنای قانونی داره ما قربانی یک صلح مبهم بکنیم؟ بنابره ما انتخابات را برگزار میکنیم، طرفدار برگزاری انتخابات هستیم، در عین حال پروسه صلح را هم به شدت دنبال میکنیم، من حیث یک آرمان ملی، من حیث یک نیاز ملی. بله، اگر ما انتخابات را قربانی یک صلح مبهم بکنیم، در این صورت افغانستان میره به سوی بحران مشروعیت که خودش از زیر چکک برخواستن و زیر نامه نشستن. عین شکل یک قضیه میشه که بالاخره ما از میریم به سمت یک وضعیتی که هیچ قابل پیش بینی نیست. سپاسگزار هستم. پیش ما صلح ابزار نیست. صلح هدف است. هدف ملی، هدف پاک. تنها پیش همه مردم افغانستان صلح یک هدف است. در عین حال ما انتخابات را هم برگزار می‌کنیم بنابر داشتن مبنای قانونی و همچنان بنابری که فعلا پروسه صلح گنگ است، ما نمی‌تونیم قربانی بکنیم. سپاسگزار شما آقای نزد. آیا نگرانی های حکومت افغانستان و همچنان سنای آمریکا که در مورد صلح افغانستان و تبعات توافقنامه با طالبان نگرانی هایی داشتن، آیا سبب از سرگیری دوباره گفتگو شدن و یا اینکه بحث های موارد تکنیکی و فنی که قبلا آقای خلیلزاد اشاره به آن داشتن دوباره ادامه پیدا کرده؟ ببینید، ما از گذشته 2 روزی که آقای خلیلزاد حرکت های خود آغاز کرد در رابطه با تابعیت افغانستان، موقف ما کاملا روشن در امروز بوده. از امروز تا امروز ما دنبال میکنیم. ما از امروز گفته بودیم که آقای خلیزاد صلح را که دنبال میکنه با هم است. از اون وقت ما گفته بودیم که به این ابهام باید این ابهام هم وضاحت میداد، هم حکومت امریکا که نمایندهش آقای خلیزاد بردم افغانستان و هم حکومت افغانستان این ابهام هم میشکستان وضاحت میداد. خوب شکستان ابهام به توسط حکومت افغانستان به اساس اراده و برنامه میشد. یک برنامه کارا را، یک رابرد اساسی را مطرح میکرد و آقای خلیزاد میگفت که وقتی که تو دنبال میکنی اینی از خط قرمز ما، این کارا باید تا 9 ماه آقای غنی میکرد
که امروز دغدغه بی جا داره باید امروز میکرد این کارا که یعنی از ابتدا باید بله بله بله, بله. این باید این کارا میکرد اینا فرصت را از دادن این کارا نکردن این ابهام باید میشکستن این حکومت و خود حکومت میدونه در این قلم رو پس به این شکل این کارا میکرد و در اونجا اونا هم مطابق به این نقشه را عمل میکردن نه آقای غنی نقشه را داشت نه آقای عبدالله نقشه را داشت نه آقای خلیزات نقشه را داشت به خاطر خط برور افغانستان در رابطه با جنگ ریجه اما همواره ادای حکومت افغانستان به همین است که اونا نقشه و راه برای صلح دارن و در ژنو هم با گفته خودشان این نقشه را بیان وقتی که نقشه را وجود داره اینه برای کدام روز مبادا نگاه که درخشه داره حالا میگو 3 هفته بعد انتخابات میشه انتخاباتی که صلح نیست امنیت نیست مشکلات است هر روز کمیسیون انتخابات مطرح میکنه که سایت های ما تدید میشه هر روز مطرح میکنن هر روز ما سایت انتخاباتی را دست میتیم امروز جنگ در 3 ولایت به شدت جریان داره در قندوز جنگ در بغلان جنگ در فراد جنگ در بسوا جنگ است فقط در هومه شهر کابل جنگ در میدانشاه جنگ است این چی نو انتخابات است چقدر مکلفیت داشت که ضمانت مردم افغانستان دوست ما در رابطه به مسئله مشروعیت مطرح کردن گفتن که اگر ما انتخابات نکنیم مشروعیت نظام زیر سوال میره ما تعجب میکنم که چگونه مشروعیت این نظام مشروعیت خود 2 سال بعد از وقتی که موافقتنامه اخلاقی امضا شد 2 سال بعدش مشروعیت خود دست داد این فراقانونی بود در جایگاه حکومت وقت ولی مردم رای داده اجازه 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 بده اجازه شما بدین در وقت در وقت بحث صحبت بکنیم پیشنهاد بسن همین حکومت تاییز که رای دادن وقتی که رای کاملا تقلب شد جل شد تزویر شد مشکلات پیدا کرد و برنده مشخص نشد بالاخره بر اثر یک موافقتنامه اخلاقی 2 کاندید ناکام شد 2 کاندید مشروط ماند این 2 کاندید مشروط به گردای مردم افغانستان بار کرد جامعه جهانی این فراقانونی بود در قانون اساسی افغانستان لحاظ حقوقی جایگاه حقوقیش تعریف نشد حکومت وطن ملی این فقط گفته شد که ما 2 سال بعد حکومت میتونه مشروعیت خود با توجه به پراتیکش از مردم بگیره مشروعیت مردم میده در 2 سال کارهای خانگی خود انجام نداد اولین گپی که باید کار میکرد امنیت تامین میکرد در نظام انتخابات اصلاحات به وجود می آورد لوی جرگی قانون اساسی دایر میکرد تعدیل قانون اساسی به وجود می آمد که متاسفانه لوی جرگی دایر نشد تعدیل قانون اساسی به وجود نیامد و بعدها مضحکانه جرگی مشورتی را به خاطر ابزاری که از او به شکل ابزاری که من پیشتر گفتم استفاده کردن ابزار ساخته شد که کاملا روندش ابزاری بود کاربردش هم کمپینی بود از او استفاده کردن روی این ملحوسی نظام 2 سال بعد از اینکه در گروه مردم بار شد مشروط و خزه داده حالا اگر انتخابات بکنه نکنه یک نظام فراقانونی نامشروع است ایره هیچ مردم افغانستان نظام قانونی نگفته و مشروع نمیگو بناهن برای پایان دادن همین نظام فراقانونی آیا فکر میکنین انتخابات ریاست جمهوری نمیدانه که زمینه را برای برگزاری و یا همچنان به میان آمدن یک حکومت مقتدر و برخواست از آرای مردم افغانستان فراهم بسازد؟ پیش شما 2 چیز اصل است هم انتخابات هم مثال انتخابات یگانه راهی است که هیچ بدیل نداره میتونیم از طریق ازو ما بحران زامت پایان بدیم ولی انتخابات از خود شرایط میخواهد انتخابات در چوکات قانون به صورت بگیره چگونه شرایط انتخابات نیاز داره که ما ارقام دقیق از حساب نفوذ داشته باشیم که متاسفانه همین حکومت نداره اویس انتخابات از ما میطلبه که ما دقیقاً دیتابیس رایدنده را باید داشته باشین که متاسفانه به مشکل مواجه هستن خود کمیسیون میمونند انتخابات از ما میطلبه که ما در جریان انتخابات باید از همین به شکل بایومتریک از دستگاه استفاده کنیم که هر روز غوغاست که این نظام نتونسته کار خانه خان جدا عوام مشکل داره انتخابات از ما امنیت میخواد که دیگه دست ما سر ما قطع نشه برای مردم ما با مطمئن باشن به با پای صندوق رای برن که امروز ما این را عدس دادیم انتخابات شفافیت قانونیت میخواد نه مهندسی که هر روز آقای غنی و تیم حکومتی مهندسی میکنن انتخابات از ما خواهد که کمیسیون انتخابات یک کمیسیون مستقل است صلاحیت داره کود در ولایات کمیشنرهای خود نماینده خود تعیین کند تشکیلات خود تنظیم کند ولی بار بار وامست میکنن مصداق گفتار ما میتونه گپای مولا باشه که هر روز آقای غنی و هر و نماینده هر به شدت استخدام میکنن در کمیسیون ولایتی اشخاص افراد خودش به خاطر مهندسی این خودش دخالت است این خودش مهندسی است این مزیک است شرم‌آور است ده تو یک شرایط یعنی زمینه ها برای برگزاری یک انتخابات شفاف اگر ما به انتخابات بریم اینقدر وضعیت به این شرایط با این مدیریت و این مدتی حکومت اگر ما میریم به طرف انتخابات شما یقین داشته باشین که افغانستان به بحران میره بسیار خطرناک خواهد بود انتخابات زمانی میشه که یک نظام بهتره وجود بیاد تیم وفاق ملی و حزب آماده چوکات تیم وفاق ملی ما ترجیح میدیم که یا شفاف باید برگزار شوه که دولت دخالت نکنه که دیگه وجود کنه یا یک نظام موقت شورایی بهطرف به وجود بیاد که در او تصویر همه کس خود ببینه هم طالب هم دیگر ببینن انتخابات داره شده چه زمینه برای برگزاری یک انتخابات شفاف که شما از آن یاد میکنین فعلا دیده میشه و آیا
طرفای زی داخل در انتخابات میتونن تاثیرگذاری آنچنان داشته باشن که زمینه را برای یک انتخابات شفاف مساعد بسازن، و یا اینکه آیا همان حکومت موقت یا سرپرست که بتونه انتخابات ریاست جمهوری را برگزار بکنه در شرایط فعلی میشه زمینه ها را مهیا و مساعد دید برای چنین حکومتی تا بتونه یک انتخابات شفاف برگزار کنه، و مورد پذیرش عمومی آیا قرار خواهد گرفت؟ باور ما این است که در این شرایطی که فعلا ما قرار داریم، قطعا رفتن به طرف انتخاباتی که ما انتظار داریم که یک زعیم قابل قبول مبرا از جلا تقلب و جلا تصویر بری برای اوتر زمین مساعد نیست. این فقط میتونه به تیم ارک مومت واقع شوه که باز در گردای مردم افغانستان یک بار دیگه یک نظام بیکاره، باز دوباره نظام بیکاره فراقومی تمامت ها قومی قبیله‌گرا به گردای مردم افغانستان باز شود، در حالی که نظام نیاز مردم افغانستان یک نظام فراقومی است، یک نظامی است که فراقومی باشه، یک زعیمی که فراقومی فکر کنه، ماورای قوم قبیله و سمت بار فکر کنه، باید به کوسیا تکیه بزنه. نظر من است که در افغانستان صلح افغانستان، جنگ افغانستان و انتخابات افغانستان در گرو سه گروه است. یک گروه گروه نابکار فاسد و اختلاسگر است که مربوط میشه به آقای کرزی که تای 14 سال به گردای مردم بار بود، او در سال خود صلح هم داره، جنگ هم داره و انتخابات هم داره، به بوران میبره، به چالش میکشانه. گروه دوم گروه تمدخای قومی آقای غنی و تیم ارگا تیمای دولتی هستند که در سال خود دارن. گروه سوم حکومت سایه این طالبا هستند، یک گروه افراطی مذهبی که صلح و جنگ افغانستان در گروگان گرفتن و سرنوشت افغانستان بازی میکنند. هر سه گروه به سرنوشت ما بازی میکنند. سپاسگزارم آقای الهی. سفر رئیس جمهور که با گفته منابع قرار است هفته آینده با آمریکا صورت بگیره، فکر میکنین آیا میتونه مانع تبعات و پیامدهای منفی توافقنامه صلح آمریکا با طالبان باشه، و یا اینکه متن و مفاد و یا موادی از این توافقنامه را تغییر بده که این تغییرات بتونه سبب بشه که نگرانی های حکومت افغانستان از بابت امضای این توافقنامه برطرف شه؟ ببینید، شما قبل از پرداختن به سوال شما میخوایم چند مسئله را یادآوری بکنم. ما هیچ بدیلی برای انتخابات نداریم و بدیل انتخابات حکومت موقت است و حکومت موقت خاصی پاکستان است، مشخصا خاصی پاکستان است. کسانی که دانسته و نادانسته، فهمیده و نفهمیده، خواهان حکومت موقت هستند، در واقع در صف پاکستان قرار میگیرند، در صف سربازان عمران خان قرار میگیرند که در برابر با نشست دوم صلح مسکو در سال گذشته عمران خان عملا گفت که ما در افغانستان حکومت موقت میخواییم. حال اینکه چرا عمران خان حکومت موقت میخواید؟ برای این میخواید که در افغانستان یک نظامی ضعیف به وجود بیاید، افغانستان یک ثبات سیاسی نداشته باشه، نظام افغانستان پا برجا نباشه، قانون اساسی افغانستان زیر پا بکنه، ارزش های افغانستان زیر پا بکنه، منافع ملی افغانستان زیر پا بکنه. بنابراین اونها و بطور که اهداف خودشان به صورت خیلی راحت تصدیق بکنند، چون وقتی که حکومت موقت به وجود آمد، حکومت موقت یک حکومتی نخواهد بود که از اقتدار حرف بزنه، یک حکومتی ضعیف و یک حکومتی بسیار ناتوان خواهد بود. بنابراین در اون صورت پاکستان خوبتر میتونه که اهدافش را تصدیق بکنه. اما آقای نهضت در مورد شرایط برگزاری یک انتخابات شفاف صحبت کردن، آیا این زمینه ها مهیا است در این حکومت که یک انتخابات شفاف برگزار شود؟ بعد سخنگویان کمیسیون انتخاباتی که اونها باید جواب بدن. آیا بحث هایی هستند که برگزاری یک انتخابات شفاف را در افغانستان تحت سوال در بیارن؟ آقای نهضت شورای با اونا داشته؟ ما در یک نظام، ما در کشور ما مردم سالاری است، اینجا دموکراسی حاکم است، در هر خب میشه که نظارت شود، در نظر به قانون هر کاندیدای ریاست جمهوری حق داره که 35,000 نادر استخدام بکنه، یعنی در هر محل رای دهی تقریبا به تعداد هر کاندید یک نادر میباشد. آیا در موجودیت این همه ناظر امکان داره که تقلبی صورت بگیره؟ بیشتر این مسائل از طرف کسانی عنوان میشه و میپردازن که از قبل باختشان را پذیرفتن، از لحاظی روحیه آماده رفتن نیستن، چون میدونن که بازنده میدان هستن. یک مسئله بعد مشخصا کسانی که خواهان یک حکومت موقت هستن و تبلیغ میکنن، ببین سه مسئله وجود داره. در 18 سال پسین در کشور ما یک قشری سیاسی رشد کرده که کارشان باجگیری از حکومت بوده. زمانی که حکومتی موقت به وجود بیاید، طبعا که یک حکومتی ضعیف خواهد بود، یک حکومتی نخواهد بود که از یک موضع اقتدار حرف بزنه. بنابراین این نسل که در 18 سال پس این رشد کرده و شغلشان باجگیری است، خوبتر میتونه از حکومتی مرکزی باج بگیرن. یک. دو، قانون اساسی کشور،
قانون اساسی افغانستان دوستی بعضی ها را بسته از رسیدن به ریاست جمهوری، و یا اینکه در نظر به قانون اساسی افغانستان دیگه اینها شایستگی رسیدن به ریاست جمهوری ندارن، بنابراین اینها متوسل میشن به حکومت موقت تا اینکه امو دوباره بتونن شاید به هدفشون برسن. سه، بعضی از سیاسیون واقعا یا برنامه ندارن یا برنامه هایشان از طرف دیگرها براشون داده میشه تا اینکه اینو بکنن هی حکومت موقت تا کمی مسئله انتخابات بر هم بخوره. این چیزایی بود که من ذکر کردم. بحث سفر جمهور غنی به آمریکا، خدمت شما بخوام عرض بکنم که نتا قبل از آغاز سفر جمهور غنی به آمریکا یک سری کارهای در آمریکا صورت گرفته، مثلا دودستگی ایجاد شده، کانگریس آمریکا خواستار وضاحت است، آقای پامپیو عملا سر بازد از امضا کردن پای توافقنامه، وزیر دفاع عملا مخالفت کرد و سایر ارگان ها و سیاسیون و همچون 19 سفیر آمریکایی در افغانستان، اونها ببخشید 9 سفیر مخالفت کردند و گفتند که کشور را میبره به سمت یک جنگ داخلی و به سمت بحران میبره، و این همه قربانی ما در 18 سال پسین در افغانستان به نابودی سوق میده. بنابراین سفر جمهور غنی به آمریکا یک سفر پردستاورد خواهد بود و سفری خود بود که او به خیر و منافع ملی مردم افغانستان است. یک مسئله دیگر هم می‌خویم براتون به شما برمیگردیم. اجازه بدین، ما از آغاز حکومت وحدت ملی، شخصی رئیس جمهور غنی از آغاز تشکیل حکومت تا به اکنون برای صلح کار کرده و این برای همه مردم افغانستان واضح است که چقدر کار کرده. ببینید شما، ما در آغاز صلح را داشتیم با آقای حکمتیار که یک دستاورد بسیار مهم و عظیم و بزرگ برای افغانستان و برای تاریخ افغانستان بوده که هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. یک مسئله. دو، آتش بس 3 روزه را که ما با طالبان داشتیم خودش یک دستاورد بود، جهان مبهوت ساخته بود این آتش بس 3 روزه. همچنان در کارهایی که برای صلح صورت گرفته، شما ببینید که کنفرانس هایی که نشست کابل بود، کنفرانس ژنو، لویاجرگه هایی که برگزار شد از طرفی لویاجرگه که برگزار شد، همچنان نشست علمایی که در تالار لویاجرگه برگزار شد، نشست سعودی، نشست اندونزیا، اینها همش دلالت بر این میکنه که آقای دکتر غنی برای صلح برنامه داره و تنها کسی است که برنامه داره. مشخصا ما برای صلح میکانیزم داریم. این حرفای یوهی نیست. وقتی که ما میم صحبت میکنیم نظر به برنامه صحبت میکنیم. در نخست اجماع منطقوی و سیاسی که ما برای اجماع منطقوی و سیاسی کارهای زیادی هم کردیم. آقای رئیس جمهور کارهای زیادی کرده، از جمله کنفرانس هایی که برگزار شده، نشست هایی که صورت گرفته، نشستی که در کابل صورت گرفت، در ژنو صورت گرفت، در سعودی صورت گرفت، در اندونزیا صورت گرفت، و همچنان زمانی که از منابر حرمین شریفین صدا بلند میشه که جنگ افغانستان فتنه است و از صلحی که به رهبری آقای دکتر غنی جریان داره حمایت کردن. این یک سری کارهای منطقی بوده که صورت گرفته. اجازه فقط میخوام بگم اجازه بدین برمیگردیم به شما نظریات آقای نهضت داشته باشیم. علمای دین، آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان، آتش بسی دائمی، صحبت با عقبه سیاسی طالبان و بررسی خواستهای طالبان، نه ادغام نظام. اینها مکانیزم تیم دولت ساز برای صلح است. سپاسگزارم آقای نهضت. آیا حکومت موقت یا سرپرست خاصی کسانی است که در صف عمران خان قرار دارند و این که از پاکستان نمایندگی میکنن، از آیسای صحبت میکنن و این که واقعا برنامه از داخل افغانستان است؟ من میخوام هم به خاطر معلومات بیشتر برادر ما، هم به خاطر معلومات هموطنان ما، هرچند معلومات هموطنان ما دارند با توجه به تاریخچه دولت موقت و طراح دولت موقت، و می خواهیم که به حکومت هم گویزت بکنم که اینا کور خواندین، ندانستین که دولت موقت تراوش مغزی کدام جریان سیاسی بوده. ما به تاریخ دولت موقت به خاطر بورانی که در افغانستان تا 40 سال وجود داشته یک بار میپردازم. کوتا در حمل سال 64 حزب اتحاد آزادی مردم افغانستان آماده زمان دکتر نجیب، ما دولت موقت وقتی که به بوران رفت و افغانستان مطرح کردیم در عمل سال 64، 14 ماده لایحه وظایفش بود. در عمل سال 64 اولین مادهش خروج قوات‌های شوروی در افغانستان بود. ما مطرح کردیم، حزب ما مطرح کرد وقتش، اسناد وجود داره.
دولت به او تمکین نکرد. دولت وقت دولت موقت بی‌طرفه، او موقت بود بی‌طرفه. در سال 67 قبل از خروج قوات شوروی از افغانستان ما مطرح کردیم تحت نشریه به نام راه ما مطرح کردیم. این ابدا ماده داشت لایحه وظایفش که ما لایحه وظایفش را مشخص ساخته بودیم و همچنان به او هم تمکین نکردند. در زمان طالبان دولت موقت شورایی بی‌طرفه حزب آما مطرح کرد، دولت موقت شورایی بی‌طرفه مطرح کرد که امروز ما برش تاکید میکنم در زمان طالبان که مبتنی بینمی حتی جلسه بن شامل آجندای جلسه بن میگه بوده ای که طرح مصوبات شد کسای دیگه به گردن برکان گفت بدی بوده. دولت موقت شورایی بی‌طرفه که 22 ماده پلتفرم اسناد مدارک وجود داره، این هم دولت کور خوانده که نمیدونه و هم مردم افغانستان میدونه میگه پکه این طرح ما بوده. یک جریان سیاسی سالمی را مطرح کرد که امروز ما در شوکات تیم فوق میگی این طرح به قوت خود باقی است که خواندار موقت شورای بی‌طرفه ماست انتخابات نشه میتونه برش بستر ایجاد بکنه. ما هستیم دوست ما مطرح کردیم که کسایی که ببینین که این تراوش مغزی یک جریان سیاسی که دست نخورده است، یک جریان سیاسی که سر دست هیچ ستمگر آب نریخته، نه با مرتجین مکتب کمونیسم معامله کرده، نه با مرتجین مکتب اسلام، نه با مرتجین مکتب کپیتالیسم معامله کرده و امروز هم وارد معامله ما نمیخوایم شه با مرتجین با ستون پنجم. دوست ما مطرح کردن گفتن تیم هایی که باخت خود قبول کردین این موضوع رو مطرح میکنن. من یک مثال زنده میتم. در تاریخ 13 روز چهارشنبه تیم فوق ملی در پروان یک همایش مردمی داشت، با پیمانه مردم پروان استقبال کردن از تیم فوق ملی که بیخی کاملا ما بیخی تعجب کردم. مردم پروان استقبال کردن از تیم فوق ملی همزمان در این روز که یک دریا در بین است در کاپیسا تیم دولت ساز مردم بوتل باران کرد، از ولاد کشیده بشه. این خودش باخت است یا برد یا قضاوت بکنن. همین خودی ذات بسیار نزدیک در فاصله کوتاه شهر کابل ما میگیم که این باخت است یا برد است. همچنان در هرات، در هرات تیم دولت ساز با بوت استقبال شد. ما متعقن هستم که دیگر ها کاملا با گل استقبال میشن ولی یا با بوت استقبال شدن. بنان دوست ما باید اطور مسئولانه صحبت بکنن که ما باخت نداریم، ما باخت مردم افغانستان داره، مردم افغانستان میبره. این باخت مردم افغانستان کی وارد میکنه؟ کسایی که به بوران منافع خود میبینن. بنان این تیمایی که واقعا برنامه دارن، تعهد دارن، ارادن، باخت ندارن و باختم قبول نمیکنن به این شکل. مسئله اجماع منطقوی را دوست ما مطرح کردن. ببینید وقتی که ما ریگ گنده میخواد چنده نتونیم پشت منطقه بگردیم، مشکل در داخل افغانستان است. در اینجا ما وقتی که صلح در ساختار حکومت به وجود آورده داریم، امروز به اجازه بده منطقه ببینید شما در اجماع منطقوی سیاسی من گفتم برای من بهم سر که گفت شما گفتین اجماع منطقوی سیاسی. وقتی که ما منطقه میگیم، منطقه تا همسایه فرق میکنه، همسایه تا داخل کشور فرق میکنه. ما در سطح ملی هنوز شما نتونستین که یک اجماع سیاسی به وجود بیارین. تیم در استان نداره، حتی داخل ساختار خودش نتونسته آشتی را بین معاون اول و خود رئیس جمهور به وجود بیاره، نتونسته بین رئیس اجرایی و خودش به وجود بیاره. در ساختار مشکلات خودش دارد میشه که دیگه آشتی در داخل حکومت با یک معضل بسیار کلان هم به خود تبدیل شدین اما مردم افغانستان میشین. چرا تو بگید اجماع منطقوی؟ اجماع منطقوی امروز از یک طرف شما بگین که این طرف پاکستان است، وقتی که طرف پاکستان برای طرف پاکستان تو چه طرح داری بشه که دیگه اجماع منطقوی اما فکر کشور منطقه یا کشور همسایه. ما وقتی میتونیم اجماع منطقوی را سازمان بتیم که یک طرح داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، طور واقعا افکار نو داشته باشیم، روند ملی بخوایم که باشه. امروز با افکار غیر ملی هم نظام حرکت میکنه اما آقای خلیزاد عمل میکنه. از این خاطر است که مخرج اردو کسی است، تلاشای خلیزاد هم کسی است، از اون کسی است. حزب آما در چوکات تیم فاق ملی که ما مربوط عضو هیئت رهبری تیم فاق ملی هستیم، ما خواهان وضاحت هستیم که هم آقای خلیزاد وضاحت بده، هم این حکومت وضاحت بده مردم افغانستان. به ما نه و مردم افغانستان، ما به خاطر کاندید داریم، ما وضاحت میخواهیم که از صلح و جنگ و انتخابات هم حکومت مسئولیت در وضاحت بده، هم آقای خلیزاد مسئولیت وضاحت بده. اینطور نمیشه که آقای خلیزاد از حکومت وضاحت بخواد یا از او بخواد. مردم افغانستان بیرون برایند بشه دیگه. ما بعد از اینکه مردم افغانستان وضاحت میخواهیم. بله سپاس گزارم آقای الهی. اجازه بدین من یک مسئله میخوام ذکر بکنم که از خاطر همین حکومت های موقت و موقت خواهی ها بوده که امروز وضعیت ما تا اینجا رسیده. حکومت موقت برگشت به نقطه صفری است. حکومت موقت یک قبرگرد سیاسی است. در اون زمانی که در زمان طالبان اگر حکومت موقت پیشنهاد شده یا مطرح شده، در اون زمان ما واقعا نظم نداشتیم، ما واقعا نظام نداشتیم، ما قانون اساسی نداشتیم، ما دموکراسی نداشتیم، ما آزادی بیان نداشتیم، ما حقوق زن نداشتیم، ما دستاورد نداشتیم. دعوت یک شرایط او در کانتکست زمانی خودش حالا هر چی که بوده بوده، ولی در زمانی که ما 18 سال میشه که برای دموکراسی کار میکنیم،
برای دموکراسی قربانی میتیم، برای مردم سالاری ما جان میتیم، ما برای آزادی بیان کار میکنیم، برای منافع ملی کار میکنیم، برای قانون اساسی ما تدوین کردیم. حالا با وجود همه اینها بله. نه با منطق سیاسی جور میاد که ما باز بریم به نقطه صفری از سر آغاز بکنیم. این چی نظام سازی است که ما هر چند سال بعد یک بار بریم از سر بگیریم، یک بار بریم از سر، یک بار بالاخره تا چه وقت ما باید بریم به سمت کارهایی که از قبل تعیین کردیم، برنامه‌هایی که تدوین کردیم، آنچه که در قانون اساسی آمده، آنچه که ارزش‌ها گفته میشه و ما واقعا ارزش داریم، ما باید بریم به سمت از این. مسئله رو هم می‌خوایم که یادآوری بکنم، در شبکه‌های رسانه‌ای هم، شبکه‌های اجتماعی هم خیلی دست به دست شد. مسئله کاپیسا طوری بود که چون مردم خیلی شور و اشتیاقشان از حمایت دولت‌ساز بسیار زیاد شده بود و در آخرین صحبت‌هایی که در آخرین دقایق صحبت‌های جناب سالس اونجا سالس میگه که صحبت‌ها ختم است، شما دوام بتین به آب‌بازی‌تان. دستور خود جناب معاون بن خصی دولت‌ساز بود که شما دوام بتین به آب‌بازی‌تان. این را باز در شبکه‌های اجتماعی منفی گرفتن و به نحوی بعضی دوستان میان از این عنوان یک نقطه که به نحوی نقطه ضعف یاد بکنه عنوان میکنن، در حالی که چنین نبوده. او دستور خود معاون نخست دسته انتخابات دولت ساز بود که بله. نظر به دستور و کار اجرا شدن بله. او نشانه پیروزی است، نشانه محبوبیت است، نشانه جذابیت است و نشانه داشتن پایگاه مردمی و اجتماعی در مردم. میخوایم مشخصا سوال خود را مطرح بسازم و جوابای مشخص از هر دوی شما داشته باشم. کشاکش‌های زیادی که در عرصه صلح افغانستان پدید شده، هم در داخل افغانستان و هم در آمریکا و در سطح جهان، فکر میکنین آیا توافقنامه که قرار است نهایی شود بین آمریکایی‌ها و طالبان نهایی خواهد شد و سفری که رئیس جمهور با آمریکا داره و نگرانی‌هایی که از مواد و مفاد این توافقنامه است، فکر میکنین آیا امضا خواهد شد این توافقنامه و یا اینکه مانع امضای توافقنامه خواهد شد؟ ببینید شما، همین حالا که تفاهم نامه، البته پیش ما یک تفاهم نامه است، چون امکان داره که این باز دیگر تفاهم نامه همچون نمو یک خاصیت تختی صفحه داره دیگر، میشه که را دوباره مواردی را حذف بکنن، باز اضافه بکنن، بنابراین تا هنوز در توافق نامه نرسیده آنچه که صورت گرفته. این تفاهم نامه حالا که رفته به بنبست در دستگاه در خود ایالات متحده آمریکا دو دستگی هایی به وجود آمده و حتی که آقای خلیل‌زاده گفتن که اگر شما به کنگرس نیایین ما احضارتان میکنیم، و همچنان نشانه دیگری بنبست این است که آقای خلیل‌زاده بعد از تکمیل شدن این مذاکرات باز حالا رفته قطر و داره با طالب‌ها مذاکره میکنه. اینها نمایانگر ایدی است که مذاکرات تقریبا به بنبست رفته و وضعیت قسمی که دیده میشه به این نزدیکی‌ها روشن نخواست شد و ما شاید تا یک مدت زمان بیشتر هم، البته ما نه، آمریکایی ها با طالبا شاید مذاکره بیشتر بکنن، سپاسگزارم، چون تا هنوز حل نشد. آقای نهضت، آیا گفتگوهای آمریکا با طالبان به بنبست کشانده شده و فکر میکنین چند دستگی هایی که در داخل آمریکا وجود داره و همچنان نگرانی هایی که حکومت افغانستان مطرح کردن دلیل به چالش کشانیده شدن و یا به بنبست رسیدن این گفتگو است؟ قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، میخواهیم که ما بحث احضار مطرح شد. از نظر تاریخی یک بار دیگه ما تجربه کرده بودیم، وقتی در زمان کمونیستا حکومت پوپولیست کمونیست در وقت نتونست به درد مردم بخوره و مردم روسا رو فریب دادن، مردم افغانستان فریب دادن، در سال 1365 آقای کارمل به مثابه یک انسان فریبکار شناخته شد، هم از طرف روسا هم از طرف مردم افغانستان. او را احضار کرد روسا، بعد از احضارش نجیب آوردن به قدرت، روجا سرنوشتش دیگه قسم شد. حال میبینیم که یک بار دیگه ما رو تجربه میکنیم که یک فرد پوپولیست دیگه که عوام فریبانه به گردای مردم افغانستان بار شد، امروز هم عوام فریبی میکنه. حال قرار است که اینا را کس دیگی که از ما حمایت میکنه، او وقت در افغانستان روس‌ها وجود داشتن، امروز امریکایی‌ها هستن. بسیار تاریخ تکرار میشه.
ولی اینا احضار میکنن، یعنی سفر رئیس جمهور از جانب آمریکا هست، کاملا احضار است تا اینا فریبکاری که طی 5 سال با وجود اینکه اونا اعتماد کردن به گردان مردم افغانستان فراقونی بار کردن، باید گزارش بده، وضاحت بده، همون شکلی که از وا وضاحت میخواد، باید این وضاحت بده. حتی آقای ترامپ گفته بود که در رابط جنوب غرب آسیا وقتی که جنوب آسیا را وقتی که ترتیب کردن گفتن که در قسمت ملت سازی دولت سازی ما با شما کاری نداریم، تو ملت تون بساز، دولت تون بساز. آیا باید وضاحت بده که چقدر بستر به ملت سازی دولت سازی آقای غنی و تیم نابکارش در افغانستان ایجاد کرده، وقتی کده کدام است به شکل دیگه، اینا باید وضاحت بدن مردم افغانستان، هم مردم افغان با مردم افغانستان وضاحت بدن، هم با آقای ترامپ که میلیاردها سرمایه دیجا مصرف کرد به خاطر ملت سازی که امروز نه ملت ساخته شده نه دولت. هنوز ما یک نظام قومی و قبیله‌ای تبوری تومت خواه داریم، حتی نگفتیم به یک نظام شهروندی. من نمیگم که دوستا باید نظام شهروندی بدن، نظام شهروندی چی نه نظامی است که امروز حکومت به او قطعا تمکین نکرده و تمکین نمیکنه و 5 سال دیگه هم 10 سال دیگه هم به گردن مبارشه بار باشه، بازمون اون سنت‌های قومی قبیلی را ترجمه تا یک اساسات و موازین نظام شهروندی. روی ملحوظ باور من است که هم حکومت افغانستان، هم حکومت افغانستان، هم کشورهای مغرض امسایه، هم کشورهای مغرض منطقه در طی سبوتاژ صلح و جنگ انتخابات افغانستان هستند. هر کس منافع خود را می‌بینه. خب حکومت افغانستان در بوران منافع خود را می‌بینه، میگه اگر صلح هم شوه، صلح شبکه بقای مرا تضمین بکنه، حاکمیت مرا تضمین بکنه، و اگر انتخابات هم میشه چنان انتخاباتی که دوباره به شکل جعل و تقلب و تزویر به گردای مردم باز مبار باید باشم، پروای کسی نداره. دلش که در 5 سال دیگه 100,000 نفر دیگه میبره، افتخار هم میکنه که 45,000 نفر دستاورد دارم کشتیم، دیگه هم باید کشتیم، پروایش نداره، به خاطر از اینکه زن و فرزند زود در خط قدم جبه نیستن که شهید شود در اینجا. خب همین شکل کشورهای مغرب همسایه هم پروای ما نداره در افغانستان حکومت با ثبات میه، بی ثبات میه، صلح پایدار میه، صلح مقطعی یا اسکریمی میه، او پروای فقط در پای منافع خود است که چگونه جنگ های نیابتی خود در افغانستان در جغرافیا سازمان میتن که پاکستان با هندستان، هندستان با پاکستان، ایران با عربستان در افغانستان در جغرافیا جنگ های نیابتی بکن به شکل دیگه. همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه فقط به خاطر اینکه به اهدافشان که افغانستان بستر تقابل بسازن میخوان که پروای مرده دارن بنهن، این بر میگرده به کی؟ به کسایی که مدعی هستن که ما حکومت دار هستیم. وقتی کسی که حکومت میکنه متقابلا به مردم پاسخگو باشه، مردم پاسخ بده و در شعارهایشان در تلویزیون هر روز مطرح میکنه که ما حساب میگیریم، حساب میدیم. من نمیفهم که از چی اول تو چی حساب دادی؟ تو لاحقل از 42,000 سرباز خیالی تو حساب بده؟ 42,000 سرباز خالی تا 5 سال دیده دیده قطعات وجود داشته، 42,000 سرباز ما عسکری کردیم، 5 فرقه میشه، 5 فرقه 5 ولایت نجات میده. تو آقای غنی امو خائن ملیه که 42,000 نفره موش گرفت، آشش گرفت، او را مصرف کرد، بلند منزل ساخت، به بانک های خارج انتقال کرد، در کمپای نامشروع تو مصرف میکنه، تو از حساب گرفتی که از مردم حساب میتی؟ تو اول حساب میتی؟ یه که حساب تو 45,000 فامیل شهید ساختی، در هر فامیل چند نفر هستن، به کدامش حساب دادی تو؟ از کدامش حساب دادی تو؟ تو در گمرکات هر روز گمرک رئیس مقرر میکنی که با تو جمع کنه کمپای، از کدامش حساب ما دادی بشه دیگه؟ وقتی که تو حساب ندادی پس دیگه تو از مردم چگونه حساب میگیری؟ ظرفیت حسابگیری تو داری که حساب بگیری؟ تو جرأت داری که حساب بگیری؟ بنا نه جرأت داری نه ظرفیت داری نه صداقت داری نه ایمان داری. آقای الهی فکر میکنین آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد و سفر آقای رئیس جمهور به آمریکا آیا احضار است و اینکه شما چگونه حساب میدهین و حساب میگیرین؟ ببینید شما، من فکر میکنم که ما باز هم منافع حزبی و گروهی و شخصی ما بر موازیگیری های سیاسی ما میچربه. این دیروز در بعضی از رسانه ها گفته شد که منابع میگن که شنبه آقای غنی میره به نیویورک. باز امروز اگر احضار میبود، اگر احضار آنچه گفته میشه، خب امروز باید رئیس دسته انتخابات دولت ساز میره به آمریکا میره، چون احضار نبود آنچه گفته میشه و مسئله طور دیگری بود. امروز نخواست، فردا میره، فردا نخواست، منتها وقتش نامعلوم است، حتما به آمریکا میره. خب اگر احضار میبود حتما باید امروز میرفت، امروز روز شنبه، اگر احضار میبود، خب احضار از دیگه آنچه گفته میشه. من فکر میکنم که این حرفا بیشتر به منافع ملی ما، به جایگاه سیاسی ما، به نظام ما، به اقتدار ما صدمه میرسند تا اینکه ما بخوایم از این استفاده ابزاری بکنیم. یک مسئله. مسئله دیگه که نه، ببینید شما، ما به هیچ وجه دیگه حوادث تاریخی تکرار نخواهد شد، افغانستان به عقب بر نمیگرده، دستاوردهای ما کماکان دستاورد باقی میمونه، به هیچ وجه ما به هیچ کسی اجازه معامله بر خاک ما نمیدیم. خاک برای ما خط قرمز است، دین برای ما خط قرمز است، هویت برای ما خط قرمز است،
خدمت شما عرض شود که من نوع نظام که جمهوریت است برای ما خط قرمز است که در قانون اساسی ما بود نخستین ماده قانون اساسی است که نظام افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان است. بله. منابع ما برای خط قرمز است، به هیچ وجه به هیچ گروهی و به هیچ کسی اجازه ادیه نمیتیم که بر سر اینها معامله صورت بگیره. از بدخشان تا هلمند، از فرا از فرا تا جوزجان تا سرپل تا سمنگان تا خوست و پکتیا پکتیکا، اینها همش برای ما یک اهمیت داره، به هیچ کسی اجازه نمیتیم که معامله بکنه. و مسئله دیگه ای که از همه مردم افغانستان میخوام که برن به سمت انتخابات، رای بتن، با رایشان اقتدارشان نمایش بتن، یک حکومت مقتدر را سر کار بیارن تا او حکومت مقتدر با کس مشورت بره، با طرف ها مذاکره بکنه و صلح دائمی ان شاء الله که میاد. ما صلح میاریم، براتون گفتیم که ما صلح میاریم ولی به قیمت بی عزتی مردم افغانستان نه. ما صلح میاریم، صلح با اقتدار، صلحی که منافع ملی ما تامین باشه و صلحی که جایگاه ما در سطح کلمل کماکان حفظ بکنه. سپاسگزار است. ما قاین اسد، راه حل برای بیرون رفت از بنبست فعلی چی است؟ نامنی ها به اوج خود رسیده و چنانچه گفته میشه موضوع صلح، جنگ و انتخابات که در ابهام قرار داره چگونه میشد روشن شد؟ کدام یک در مسیر فعلی میتونه کارساز و راهساز باشه برای بیرون رفت افغانستان از بنبست فعلی و ابهامی که در شرایط فعلی وجود داره؟ دید ما این است که دید تیم وفاق ملی همین است که و حزب ما در چوکات تیم وفاق ملی همین است که هم صلح با بنبست مواجه است، هم جنگ، هم انتخابات. برای از اینکه ما بنبست بشکنیم چی گونه باید بشکنیم؟ پیشنهاد ما این است که یک اجماع ملی سیاسی به وجود بیاد با میزبانی ملل متحد، با مدیریت ملل متحد، در این اجماع ملی سیاسی. ما پشت اجماع منطقه‌ای اول نمیگردیم، اجماع ملی سیاسی با مدیریت ملل متحد، سازمان ملل متحد که بهتر یک ارگان نهاد بهتره است شکل بگیره. در این اجماع ملی سیاسی هم حکومت‌های فاقد برنامه و اراده شرکت کنند، هر طرحی که بر انتخابات به شفافیت دارن بدن، هر طرحی که بر صلح دارن بدن، هر طرحی که بر جنگ هم دارن بدن، اونم پیش کنند. هم احزاب هدفدار سیاسی، نه احزاب قلدوری مندرآوردی چسبیده به حکومت، احزاب هدفدار سیاسی و تیم های عبده، تیم دیگه هم علاوه از آقای غنی عبده تیم دیگه که کاندید دارن، همین هم شرکت کنند، طرح های خود باید بدن. دیگه در این ورکشاپ سیاسی همی اجماع ملی سیاسی در چوکات یک ورکشاپ سیاسی دایر شود. در این ورکشاپ سیاسی هم کشورهای زیردخل در قبه افغانستان در سطح منطقه هم همسایه به مسابقه ناظر شرکت باید بکنن. ما طرح خود ما باید بسازیم که چگونه به طرف انتخابات بریم، با کدام تضمین، چگونه به طرف صلح بریم، کدامش ترجیح بدیم، انتخابات یا صلح. درموج است که فیصله میشه، درموج استناد است که ما میریم به طرف یا برگزاری انتخابات در چوکات یک میکانیزم روشن، یا میریم به طرف صلحی که اصل انتخابات به تعویق میندازه. او وقت میشه تا این شبه. ولی امروز آنچه که تیم دولت ساس میگو یا تیم حاکم میگو هم نمیتونه مشکل الان مشکل باشه، هم کسای دیگه که مطرح میکنن. تا وقتی که ما تنهایی هست که ما گذار میکنیم از بحران و میریم به سمت مردم تایی و میریم به سمت سال. سپاسگزار هستم از حضور و مهمانانم در این بحث. آقای محمد عمر نهضت، عضو هیئت رهبری تیم وفاق ملی، و آقای ذاکر الهی، سخنگوی دست انتخاباتی دولت ساز. سپاسگزار بیننده های عزیز که ما را تا این دم بیننده بودید. تا بعد، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.